یه سوالی که مدام از من میشه اینه که امریکا جای بهتری واسه مهاجرت کردن یا کانادا؟ من نیویورک زندگی میکنم، از این فاصله در مورد کانادا صحبت کردن خیلی کار درستی نیست، اما ونکوور کانادا الان بهتر شد. شما یه سری تصویر و موسیقی اینا ببینید، من یه ایرانی اینجا پیدا کنم یه سری سوال ازش بپرسم. ایرانی از کجا پیدا کنیم تو ونکوور؟ حالا لیلی جان خیلی مخلصیم، مرسی که دعوت منو میدونم که اصلا اهل سوشال میدیا این دوست نیستی، ولی خیلی ممنون دیگه. اصلا اهل تصویرم نیستم، ولی خوبش کنیم به خاطر تو. قربونه تسلیت میگم فوت ملکتونو. قربونه شما. آره خیلی تاثیرگذار بود. خیلی ممنون. ما چیزمون چیه؟ ما نسبتمون با هم چیه؟ داداش من خانومش داداشش شما ازدواج گرفته، منو گرفته، منو قبول کرده که بگیره. با جناقیم بس با همی. ونکوور کانادا. من از بچه ها کلن سوال میپرسم که خیلی سوال میشه که مثلا کانادا بهتره یا امریکا بهتره. بهترین حالتش این بود که پاشم ببینیم اینجا هم یه سری شما بزنم، هم ببینم که چیه جریان واقعا. شهرتون باحاله ولی. باحاله؟ شهرتون باحاله. شهرتون در مقایسه با اونجایی که هستی الان یا نه؟ در مقایسه با کل در مقایسه با چی باحاله؟ شهر رو به مقایسه با خودش. خودش. آره، با خودش. کلا راضی از مهاجرت؟ از اومدن خیلی. خیلی زیاد. آره خیلی راضی ام از مهاجرت. در مقایسه با اون زندگی که تو ایران داشتم، اینجا بیشتر خودم رو پیدا کردم. این واقعا شعار نیست، در مورد من حقیقت داره. خیلی به یه سری توانایی خودم پی بردم، ولی حالا اینا رو بذاریم کنار. آره من از مهاجرت به کانادا، شهر ونکوور، خیلی خیلی راضیم. اگه یه کسی که همین الان میخواد پاشو بیاد هم مثل شما سه سال پیش اومده، آره من سه سال اومدم الان، همون قدم رو شروع کنه، مثلا اولین دومین سومین چیزی که بهش پیشنهاد میکنید انجام بده چیه قبل از اینکه وارد بشه؟ اول تصمیم بگیره که میخواد بیاد واقعا. دوم زبان، یعنی از هر طریقی که بخواد وارد شه به نمره زبان نیاز داره. Welcome to Vancouver where the local time is 2:04. ببینیم که تفاوت بین امریکا و کانادا کدومش نمره هاشون بیشتر میشه. اوکی. آمریکا و کانادا هم که میگم بین در واقع ونکوور و نیویورک. آره. آرامشش. آرامش داشتن اینجا چه شکلیه؟ من خیلی آرامش دارم اینجا. آه. من و اعضای خانواده‌ام، همسرم، پسرم یا دوستایی که اطرافم خیلی به هم نزدیکیم، آره آرامش داریم. من که شهر ساکتیه. آدمای رفتار آدما خیلی دوستانه است باهات. بعد خدمت شما عرض کنم طولانی شده. اوکی آرامش دارم. آرامش خوبه. اوکی آرامش توی امریکا نسبیه. من اون عدد رو فکر کنم با چیزی که اینجا دیدم، با وجودی که مثلا چند روزه ولی بودم قبلا به ونکوور اینجا اومدم سفر کردم، اینجا آرامشش بیشتر. اگه دنبال یه جایی میگردید که خلوت‌تر باشه بخواد مثلا بود خودشون، ولی نیویورک یه جاییه که عین تهران، کوپ تهران، کوپ تهران بکنی 24 ساعته کثیف، ولی همه چیز میتونی توش پیدا کنی. امنیت، تفنگ اینجا وجود نداره؟ نه جدی اینجا بله قانونی نیست. این امنیت شاهکاره. من آدمی بودم که توی تهران پسرم اجازه نداشت از در خونه این برتر بره، اینجا پسر من از سن 9 سالگی با اتوبوس همه جا رفته برگشته. البته کارم غیر قانونی بوده، چون پسر من قد بلند بوده کسی متوجه نشده. ببخشید من دانشجو بودم، وقت نداشتم پسرم ببرم جایی. اوکی. پس تفنگ وجود نداره. خیلی جالبه. من موقعی که اومده بودم امریکا، چون از ایران اومدم اونجا هم تفنگ نداریم دیگه. خیلی عجیب بود واسم که چجوری میشه اینا تفنگ دارن. حالا اینجا که از امریکا اومدن اینجا میگم که چجوری میشه اینا تفنگ ندارن. نه تو امنیت قطعاً کاناداست. بی‌نظیر. آره. چون قبلا اینو گفتم، آخر این ویدیو لینکش هم میدم، تو امریکا 320 خورده میلیون نفر جمعیتشه، 350 میلیون تفنگ وجود داره. یا خدا اصلا نمیتونم تصور کنم.
بیمه درمانی این یعنی واقعا چی؟ یعنی چی بیمه درمانی مجانی؟ هیچ من باور نمیکنم. ما MSP داریم، خب ما یه نامبری بهمون میدن، خب که اون میشه بیمه ما، شماره بیمه ما، خب که بعد از این که ماها از استادی پرمیت وارد خارج میشیم و وارد اوپن ورک پرمیت میشیم، اون دیگه مجانیه، حتی پول ماهانه هم براش نمیپردازیم. تو زمان استادی پرمیت یه پولی مثل $70 در ماه میپردازیم. okay. خب که کل خانواده دعوا کاوریج دارن، همشون زیر پوشش این بیمه، همه چیز مجانیه، بله، جز خرید دارو، اون هم بستگی به درآمدت داره. تو یه سقف درآمدی خب اون یه درصد زیادیشو پرداخت می‌کنه. خود خود بیمه اگه شما مثلا $1 بسازی یا $120,000 در سال بسازی مجانیه. هیچ پولی نمیدی. فقط میری دکتر. ولی زمانگیره واسه اینکه وقت بگیری. آره زمانگیره. من خودم الان نیاز به این دارم که متخصص زنان من رو معاینه کنه، ولی رفتم وارد سومین ماهی شدم که منتظرم که بله این که فقط یه وقت دکتر بگیری. که فقط یه وقت دکتر. مشکل... یه دکتر متخصص به من زنگ بزنه. این مشکل بزرگه. البته فامیلی فیزیشن هم درمانای اولیه رو انجام داده. یعنی این قضیه تا یه جایش پیش رفته، ولی بعدش. وقت کات برای من بذار لطفا. بین صحبت یه وقتی چیز بذار. یه نفس بگیر بهش آه، آه، که من بتونم کات کنم بزنش. اوکی بیمه درمانی، پس بیمه درمانی هم بکنم ساختم، اونم لینک میدنیم پایین. افتضاح اصلا یعنی... دیشب برام گفتی یک چشمش رو، یعنی اصلا غیر ممکنه. یه ساده ترین چیز رو بگیر توش کمی کم ازار رو داره، ساده ترین ها اصلا نمیفهم. بیمه درمانی شما جلوتره، ولی وقت گرفتن دوباره تو امریکا اینم مشکلشه. اون مشکل هم حتی دارین و بازم اصلا مکافات وقت گرفتن یه ساعت ها باید پای تلفن بشه. اوکی تا اینجا سه هیچ به نفع کانادا، بسیار مؤدبانه رفتارها، پاسپورت هم چک نکردن، بسیار تمیز، و اینکه کانتکتلس اصلا نیاز نبود که من بلیتی چیزی بخرم، این گوشی تو میذاری روش درو باز میکنی میای تو واسه مترو. امریکا یاد بگیر این چیزا رو، واقعا داغونی خیلی. سه هیچ به نفع کانادا. آزادی بیان هر دوتا هستی، هر دوتا دارنش اینجا، به هر کسی هر چیزی میخوای بگی میتونی بگی، اصلا هیچ کی باید کاری نداره. تو آفیس ماره 99% زیر زیرکی ممکنه اذیتت کنن، ولی چیز این که مستن زندان و فلان این حرفا اصلا غیر ممکنه. نماد ونکوور اینجا، گست تاون. پول دارا بودم به نظرم یه ذره سخته اینجا. ببین پای حقوق روی گفت دیگه، فاندی شب $15.60 فکر کنم کانادی. آره سخته در آوردن. ببین اینجا حالا من در مورد ایرانی ها صحبت میکنم، کامیونیتی ایرانی بیشترشون برای پول در آوردن به نتیجه میرسن که بیزنس خودشون رو داشته باشن، برای اینکه پول در بیارن. چون تو خیلی نمیتونی حساب کنی که بری یه جا حقوق بگیری مگر اینکه حالا یه رشته های خاصی خونده باشی که فقط محدود تو اون رشته ها، اما بازم اون رشته ها اونقدری در مثل IT اونقدر درآمد نداری که واقعا بگی آره حالا من میترکونم. نه واقعا اصلا، فقط در حدی که هزینه های معمول زندگی تو بدی. من فکر میکنم پول در آوردن تو امریکا راحت تره. هوا اینجا عالیه، هواش برای من شمالی که بی نظیر، اصلا بحثی توش نیست. نیویورک جالب هواش، خب ولی یکی از بدترین هواست واقعا، یعنی واقعا 5 تا 10 دقیقه بار عوض میشه هواش. و شما زمستون اونجوری نداری چی بپوشیم ما خانوما؟ همش میخوایم بگیم چی بپوشم. آره سخت میشه. با یه ساک به خودمون حمل کنیم. سخت. هوا رو من باز دوباره میدم به کانادا. این تو داشتن ماشین. من ماشین ندارم و خیلی راحتم، ولی هیچ کی با من موافق نیست.
جز شما که امروز از دیروز اومدید. ببین جایی که شما زندگی می‌کنین آخه مهمه. ببین من الان مثلا همین کشتی پشت سرمون رو بگیریم، اون دفعه قبل من دیدم اونور داون تاونه، اینجا تو نورتی ما اونور داون تاونه. بعد نه واقعا نمیدونم 9 دقیقه ما همش تو این منطقه زندگی کردیم، خیلی راحت بوده پابلیک، یعنی حمل و نقل عمومی بی‌نظیر اون شکلت جا واسه کات بذار ببینم یادم میره خدا چیز نره چرا کردیم الان 9 دقیقه فاصله است از اینجا تا به داونتاون برسید. تو داونتاون ولی اتوبوس همه جا میبرد، مترو هم بد نبود، ولی من قطعا پابلیک ترانسپورتیشن رو اینجا بهتر میدم به نیویورک. میدی به نیویورک؟ اصلا نیویورک محشره. محشر. نیویورک 24 ساعته است، 24 ساعته واقعی و همه جا بهتون میدم. آه من خیلی من و خیلی یه خورده از اینجا هم از اون تره پابلیک ترانسپورتیشن. چه جالب. آره من شنیدم ونکوور گرونه پابلیک ترانسپورتیشنش. یه دلار امریکایی یک دلار امروز که صحبت می‌کنیم یک دلار 30 سنت کانادا. خب قدرت خرید دلار امریکایی بیشتر هست. کرای خونه الان اینجا یه استودیو چقدره؟ یه استودیو 1600 تا 1700 کانادایی. نیویورک شما از 1500 دلار کمتر دیگه پیدا نمی‌کنید. استودیو کوچولو و کوچیک، یعنی یه تخت می‌ذاری، یه میز، دیگه نمی‌تونید حرکت کنید، یه اتاق. آره 1500 دلار. اونو میدیم باز دوباره به کانادا. من اینج پس اینجوری پیشنهاد میکنم واسه جمع‌بندیش، اگه جوونید یا اگر اینکه حالا دوتایی هستید و تازه میخواد شروع کنید کار کردن و شهر دوست دارید و اینا، نیویورک من پیشنهاد میکنم. اگر میخواید با خانواده هستید یا یک کسی هستید که ترجیح میدید که مثلا یه جای آروم‌تر زندگی کنید و دست به خود و اینا، کانادا رو پیشنهاد می‌کنم. ولی خیلی آرومه دیگه. اینجا دیگه مثلا هفته شب به بعد دیگه هشت شب به بعد خبری نیست، نه؟ ببین توی داونتاون نه، شما الان تو نورتی، نورت ونکوور، این شهرهای مختلفش فرق داره، ولی بله ولی شهر 24 ساعته اگه میخواید نیویورک. بله 24 ساعته یعنی 4 صبح 2 صبح نمیخوابه. اگر میخواین ایران بمونین رشت، مثلا در اینجایی اصلا نیایید قزوین. من قزوین بمونید چرا رشت نه؟ میخواد تفاوت قزوین و رشت رو هم دیگه انجام بدیم. مطمئنا رشت میبره. پایتخت بودیم ما. چی شدی؟ پایتخت. چرا رفتی داره؟ ایجان خیلی ممنون. قربونت. چیزی که هست میخوایی بگی یا نه؟ همین. اوکی عالی. اوکی دمت گرم. کمکی بشه به اونایی که دارن نگاه میکنن. آره عالی. ونکوور راضیم ازت. با حاله.